ادامه صبح و زندگی را از شبکه جهانی آریانا تماشا میکنین و گزارش زنده از حفیظ جان بود که متاسفانه مشکل تکنیکی در قسمت تصویرش ایجاد شد و تصویرش را نتونستیم که داشته باشیم. باز هم تلاش میکنیم که با حفیظ جان وصل شویم و ادامه صحبتهایش را با هموطن عزیز ما بشنویم در رابطه با تنباکو در مورد سیگرت که متاسفانه یک تعداد از جوانان استفاده میکنن و بالاخره عادتشان میشه تا مراحل پیری ادامه میتن سیگرت کشیدن را و حتی سیگرت بالاخره سبب میشه که جانشان را از دست بتن، به امراض مختلف قلبی و امراض تنفسی مصاب میشن که واقعا مشکل خیلی جدی هست و باید دولت ها و حکومت ها در این مورد تصمیم های خود را اتخاذ بکنن و بعض محدودیت ها را ایجاد بکنن تا دسترسی به مواد مخدر از جمله سیگرت محدودتر شود. خب 31 ماه می همچنان به عنوان روز جهانی منع تنباکو شمرده میشه که یک تعداد زیاد از کشورهای جهان در این روز سهم میگیرن، تجلیل صورت میگیره تا بتانن که آگاهی دهی بیشتر داشته باشن به سایر مردمشان تا از تنباکو و همچنان محصولاتش استفاده نکنن. در افغانستان خب عوامل مختلف وجود داره که تعداد از جوانان بالاخره رو میارن به استفاده از مواد مخدر، مثل بیکاری، مثل فقر و ده ها دلیل دیگه که متاسفانه جوانان را به اعتیاد به مواد مخدر سوق میده. باز هم وصل میشیم با حفیظ جان و ادامه گزارشش را میبینیم، ولی همکارا میگن که گزارش حفیظ جان را در ساعت دوم برنامه حتما خواد داشتیم، ولی در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و مهمان ما هم دکتر صاحب محترم محمد صالح احمدزی ترینر متخصص امراض داخله هستند که امروز مشخصا در رابطه با روز جهانی منع تنباکو و محصولات آن همراهشان صحبت هایی میداشته باشیم. طبق آماری که سازمان صحی جهان ارائه کرده، حدودا سالانه 8 میلیون نفر در اثر اعتیاد به مواد مخدر و در اثر استفاده از تنباکو و محصولاتش جانهایشان را از دست می‌دهد که 3.3 میلیون نفرش در اثر ابتلا به امراض مرتبط به شش جانهایشان را از دست می‌دهند. ای که اعتیاد چه هست، مواد مخدر چگونه ما را بالاخره به طرف خود میکشانه و چطور میتونیم ترکش بکنیم، تمام این موارد را با دکتر صاحب صحبت خواهد کردیم. سلام و صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر، خوش باشین. من هم سلام های خود را خدمت شما و خدمت بینندگان محترمتان و همکاران تخنیکتان تقدیم میکنم. بسیار تشکر دکتر صاحب، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. تشکر. قبل از اینکه در رابطه با روز جهانی منع تنباکو و همچنان منع استفاده از سیگارت صحبت بکنیم، میخوایم از شما بشنویم که اعتیاد چه هست. تشکر. مشخصا اگر سر اعتیاد به سیگارت صحبت کنیم، در خود تنباکو تقریبا زیادتر از 4000 نوع مواد کیمیایی وجود دارد. بله. و 60 نوع از یک است سبب سرطان میشه، سرطان زاستک. ماده عمده ای که در سیگرت یا در تنباکو وجود داره اون نیکوتین استک. وقتی که یک کس سیگرت دود میکنه، این مین نیکوتین که از طریق دود سیگرت داخل تنفسی میشه به ششها میرسه، از طریق شریان ها آنن جذب میشه و در ظرف 8 ثانیه خود به دماغ میرسانه. بله. و در اون یک تعداد مواد کیمیایی را آزاد میسازه، شخص یک ذره راحت میسازه، خوش میسازه، استرابش از بین میبره. اینمی احساسا به اعتیاد تبدیل میشه. دقیقا. و از طرف دیگه باز امی هم اعتیاد فکری و هم اعتیاد جسمی که عادتش میشه، هر روز باید دیگه سیگارت بزنه، به این معتاد میشه. دقیقاً. و متاسفانه دیگه بالاخره زندگی فرد را تهدید میکنه. بله بله. خب دکتر صاحب، 31 ماه می هم به عنوان روز جهانی منع تنباکو و محصولاتش که هر آن چیزی که استفاده میشه در بینش تنباکو و فرد را معتاد میسازه، این روز شناخته میشه. میشه در رابطه با 31 می هم صحبت های شما را داشته باشه؟ بله. تشکر. برای اولین بار در سال 1987 یک تعداد کشورهایی که اونها عضویت سازمان صحی جهان داشتن، یک روز را ایجاد کردن به نام روز 31 می. و هدفشان از این روز ای بوده که یا بتونن در این روز بر مردم آگاهی دهی بدهند درباره اضرار سیگارت، درباره از اینکه سیگارت بس حد چقدر مضر است، مضر است به محیط ما، به اقتصاد ما، حتی به خود اجتماع ما چقدر مضر است. ای باید آگاهی دی داده شود و همچنان از طرف دیگه کسایی که سیگارت میکشند اونها تشویق و ترغیب شوند که سیگارت ترک کنند. بله. و همچنان در اینجا مسئولیت کشورها هم است که اونها را وادار میسازند که پالیسی هایی را بسازند تا بتانند که بالای زرع خود تنباکو
یک ذره تهدیدات بار بیارن و همچنان مالیات یا تکس بلند برن تا نتوان مردم به آسانی به سیگرت دسترسی پیدا کنند. و این روز در 31 می در تمام کشورها هر سال تجلیل میشه به خاطر از این آگاهی مردم. بله. دکتر صالح، شما سطح آگاهی مردم بخصوص سطح آگاهی جوانان را در افغانستان به عنوان یک دکتر با تجربه چگونه میبینین؟ چرا متاسفانه تعداد از جوانان در ابتدا از محصولات مواد مخدر به عنوان مود یا فیشن استفاده میکنن و بعداً به مرور زمان اعتیاد پیدا میکنن بدون از اینکه خودشان متوجه شوند؟ بلکل درست است که همین سیگرت کشیدن معمولاً نوجوانان و جوانان را شکار می سازند و اینها اصلا سطح آگاهیشان پایین است که نمی فهمند که سیگرت چقدر اضرار دارد. اولا من شخصا خودم بگیم وقتی که ما در دوران مکتب بودیم در تلویزیون کمی فیلم ها را می دیدیم، خصوصا فیلم های امریکایی یا هندی بود، کسایی که با سیگرت می کشیدن، اصلا سابق در بین مردم تو یک افتخار بود سیگرت کشیدن. در ابتدا که کسی که سیگرت میکشید یک کسی است که یک در بین مردم بسیار با وقار و مطرح است. باز همین چیز دیگر هم خصوصا نوجوان از او تقلید میکردن که ما هم این کار میتونیم، بدون از اینکه بفهمن که چقدر نقص برای شما میرسانن، به این معتاد میشن و چقدر به صحت از یا ضرر میرسانن. اینمی آگاهی در او دوران هم در مکاتب با تاسف که ما خو ندیده بودیم که از بر ما گفته باشن و اکثرا کسایی که این امروز سیگرت میزنن یا کسایی هستن که از دوره نوجوانی و جوانی به سیگرت معتاد شدند و حال هم کسایی که میبینن در خانه مثلا در فامیل یک کلان که سیگرت میزنن یا احساس میکنن که یک کار خوب است که کلان میکنه، او هم باز به این چیز روی میاره، او هم باز اساسا سیگرتی میشه، سیگرت میزنه. بنان این خوب است که شما تشکر میکنم از تلویزیون شما که این روز شما تجلیل کردین با آگاهی دهی مردم که سیگرت زدن به سطح انسانی بسیار مضر است. شما پیشتر گفتین که 8 میلیون نفر در جهان سالانه میمیرند، درست است. ما براتون میگم 500,000 نفر دیگه کسانی هستند که قربانی دود سیگرت دیگران میشن واقعا، و 60,000 طفل که کمتر از سن 5 سال دارند، اینها هم سالانه از باعث دود سیگرت دیگران جانشین خود از دست میدن. دقیقاً دکتر صاحب، میخواستم به این نکته هم بپردازیم که خب ما در کل دو نوع از سیگرت کش داریم. بله، که اکتیو اسموکر یا هم پسیو اسموکر یا سیگرت کش دومی گفته میشه. در این رابطه هم از شما میخوایم بیشتر وضاحت داشته باشیم، فردی که سیگرت میکشه و افرادی که در اطرافش ششتن، ضررش به کدام ای دو فرد بیشتر میباشه؟ به فردی که با استفاده از فیلتر سیگرت میکشه یا فردی که مستقیما دودش را تنفس میکنه؟ بر دوش ضرر میرسه، خو زیادتر ضرر به کسی که به حساب اکتیو اسموکر است که خودش سیگرت میکشه، این زیادتر ضرر میبینه. طرف دیگه 20 تا 30% کمتر از این ضرر میبینه. از این خاطر در بسیاری کشورها سیگرت کشیدن در دفاتر، در جاهای سربسته، در اتاقها، در رستوران ها منع قرار داده شده است. به خاطر از اینکه یک کس اگر سیگرت میزنه، نفر دیگه که در رستوران غذا میخوره، او بیچاره چگونه کرده که او هم از دود سیگرت متضرر شوه. و با تاسف که فعلا ما در کشور خودم در رستوران ها میبینیم تنباکو، وقتی ما میگیم تنها مسئله سیگرت مطرح نمیشه، در اینجا قیلون هم تنباکو هست، نسوار هم، پان هم و پودری که یگان تا از طریق بینی او را مثلا استفاده میکنن، اینها همش محصولات و فرآورده های تنباکو هستند که به انسان ضرر میرساند. خب باز سیگرت که است، نه تنها خود شخص متضرر میرساند، بلکه طرف مقابل هم دودشه و حتی می هوای آلوده که به حساب محیط زیست ما است، این هم برای ما خراب میسازه. بنان از رارش بر دو طرف، بر دو جان میرسه، ولی زیادتر برای کسی که اکتیو اسموکر است. بله دکتر صاحب، در رابطه با سن معمول اعتیاد بر ما بگوین، کدام سن بسیار سن حساس است و سبب میشه که فرد را معتاد بسازه و پس از کدام سن معمولا چانس اعتیاد در افراد کاهش پیدا میکنه؟ معمولا ما گفتیم همین کسایی که نوجوان هست، که تینیجر که برشان میگه که به اون از 13 شروع تا سنهای مثلا 19 مثلا، یعنی می سن افراد زیادتر شکار سیگرت کشیدن میشه و این اساسا باز عادتشان میشه و این دیگه ادامه پیدا میکنه تا که اونا پیر میشن. بله دقیقا دکتر صاحب. خب بعضن جوانان که رو میارن به استفاده از سیگرت یا محصولاتش، پس از یک مدت بالاخره با تشویق خانوادهش یا دوستایش تصمیم میگیره تا سیگرت کشیدن را ترک بکنه، ولی پس از مدت باز میبینیم که این فرد اعتیاد پیدا میکنه به اعتیاد قبلی خودش. چه مراقبت های در این مرحله باید از یک نوجوان صورت بگیره؟ خانوادهش چه مراقبت هایی را در نظر داشته باشد؟ چه تشویق هایی را باید به این جوان داشته باشد تا بالاخره بالای تصمیمش حاکم شوند و این جوان بتونه که تصمیم قطعی به خاطر ترک اعتیادش داشته باشد؟ تشکر.
گفت از یک نفر پرسیدن که چطور اولادایت تو خوب با تربیه هستک؟ چطور ایرا قسم خوب تربیه کردی؟ گفت ما یارو تربیه نکردیم، ما خود تربیه کردیم. گفت چطور؟ خودم خوب با تربیه بودم، اولادایم از من تربیه را یاد گرفتک. کسایی که اول اولادایی که سیگارت میزنن، متأکن باشن که اولادای از اون وقتی طرف والدین خود میبینن، طرف پدر مادر خود میبینن که یاد خانه سیگارت میزنن، اینها هم سیگارتی میشن. دقیقاً. و یا کوشش کنن که خودشان اول خود اصلاح کنن، بعد از او اولادایش هم اصلاح میشن. معمولا نوجوانا وقتی که میبینن که اونها سیگارت میزنن، اینها هم فکر میکنن که یک کار خوب است و نه میفهمن که اینقدر وسعت نقص دارن در او دوره، یا هم به سیگارت کشیدن روی میارن و سیگارت میزنن. و این چیزی است که اگر وازیا میخوان که را ترک کنن، تا 3 سال بعد از ترک سیگارت هم باز هم یگان شوق سیگارت سرشان میاد. بله. که باز باید سیگارت بزنن و خصوصا باز اگر رفیقا و دوستای داشته باشن که اونها هنوز هم سیگارت میزنن، سیگارتی هستن، وقتی که همراه از میرن به جای تفریح میرن و رفیقایش اگر سیگارت میکشه، همین دوست سیگارت بازی را دیگه وادار به این میسازه که بیا تو هم پس سیگارت شروع کن. پس وقتی که اگه تصمیم گرفته که سیگارت ترک کنه، باید عمو دوستا و رفیقایش که سیگارت میزنه از او هم خود دور کنه. بسیار خوب، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا مشخصا در رابطه با راهکارهایی میخوایم از شما بشنویم که به خاطر ترک اعتیاد کمک کننده است، در کنار موارد اجتماعی که شما پیشتر ذکر کردین که از دوستایی که سیگارتی است باید دوری بکنیم و مراقب خود بیشتر باشیم، چه راهکارهای طبی دیگه پیشنهاد میشه به افرادی که اعتیاد دارن به نحوه به مواد مخدر؟ خب بهتر است که اول راجع به ازرارش بگیم که ازرارش مردم بفهمه که کمک تحریک هم شوند که مثلا سیگارت واقعا اینی ازرار داره. بعد از اون ما این راهکارها رو هم براتون خواهد گفتم. ببینین اولین مرضی که زیادتر از باعث از او که مردم میبینن و علتش سیگارت است، همین امراض قلبی و عایس که همین کسایی که سکته قلبی و سکته مغزی میکنن. بله. دومین مرضی که از باعث سیگارت کشیدن سبب مرگ و میر در انسان ها میشه در تمام جهان، امراض انسدادی طرق تنفسی است، همین برانشیت های مزمن، همین نفس تنگی های تکلیف های شش. سومین مرضی که زیادتر سبب مرگ در انسان ها از باعث کشیدن سیگارت میشه، سرطان شش است. بله. سیگارت نه تنها که سبب سرطان شش میشه، بلکه سبب سرطان جوف دهن، خصوصا شکل نسوارش که مثلا مردم استفاده میکنن، سبب سرطان جوف، سبب سرطان حنجره، سبب سرطان معده، سبب سرطان روده های بزرگ، سبب سرطان حتی مثانه که ببینید که بسیار دور است و به اون یگان تو فکر میکنن که هیچ ارتباطی با سیگارت شاید نداشته باشن، ولی در کسایی که سیگارت میکشیدن سرطان مثانه نسبت به کسایی که سیگارت نمیکشن زیادتری داشته است. دقیقاً. سبب سرطان مثلا گرده، سبب سرطان خون، اینی سرطان ها را از باعث به وجود آمدن سیگارت میشن. من پیشتر گفتم که در تنباکو 69 مواد وجود دارد که میگه که سبب سرطان زاست و سبب سرطان میشه. بله بله. در پالی ازی که امراض قلبی را بار میاره، امراض تنفسی را بار میاره، بالای چشم هم تاثیرات منفی داره، سبب کاتاراکت یا پرده چشم میشه، سبب دید خراب چشم که به حساب مکتب دیدنی شمی سبب از اون میشه. اگر ما شما مثلا در قسمت بینی مطالعه کنیم، کسایی که سیگارت میکشن حس بویاییشون کم میشه، زود ریزش میکنن، زود گلون درد میشن، زود مثلا گوش درد میشن. حتی افرادی که سیگارت میزنن، والدینی که سیگارت میزنن، در نزد اطفال از اینها امی ریزش ها، سینه بغل، گوش دردی، گلون دردی نسبت به کسایی که والدینشون سیگارت نمیزنن نسبت به اطفال در اینها بیشتر دیده میشه، به خاطر که امی دود سیگارت سیستم تنفسی، سیستم دفاعی تنفسی امی اطفال از یه خراب میکنه، سیستم تنفسی خود امی شخصی که سیگارت میزنه این هم خراب میکنه. بنان ای از داره که وقتی که یک کس مطالعه کنه، مثلا در طرق جهاز هضمی یک مرض به نام جرد که تیزاب معده زیاد میشه، طرف بالا میه همیشه جگر سوز میباشه، کس سببش سیگارت هست، سبب زخم میده سیگارت است، سبب سرطان میده سیگارت است، مرض کرون یک دیگه مرض است که در روده ها است سببش سیگارت است، التهاب مزمن غده پانکراس، سرطان پانکراس، یعنی امراضی است که کلش از باعث سیگارت به وجود میاد. حتی در سیستم عصبی انسان اگر مطالعه کنیم، دپرشن یا افسردگی یک علتش همین سیگارت است، اسکیزوفرنیا یک مرض دیگه است که سببش سیگارت است. اگر در پاهای شخصی را مطالعه کنیم، جریان خون به پاها خراب میشه، کف پای زیاد همیشه میسوزه، کرخ میباشن، حتی سبب قطع شدن پاها میشه که به نام برگردی زیاد میکنن، سبب مرض شکر یا دیابت میشه. یعنی اینی امراضی است که برای تر نگه بگیم که از فرق سر تا شست پای یک جای درست نمیمانه. بله بله. همه جای صدا میرسن از سیگارت کشیدن. دقیقا. بنام وقتی که اینها همین چیزها رو کال فیلن شنیدن، اگر اینمی آلام تصمیم بگیرن سیگارت ترک کنن، بسیار فایده ها برش میرسه.
بله دکتر صاحب، یک باور بسیار نادرسته که متاسفانه در ذهن یک تعداد مردم وجود داره، به خصوص جوانایی است که میگن خب سیگارت اینقدر مشکلات را میتونه بر ما ایجاد بکنه، سیستم تنفسی ما را خراب میکنه، پس خوب است که بیایم جاگزین بسازیم سیگارت را با پان، که پان نه دود داره و نه سیستم تنفسی ما را خراب میسازه. ولی شما در صحبتاتون هم یادآوری کردین که ترکیب پان همچنان از تنباکو شده. بله. میشه در این رابطه هم بر ما بیشتر بگوین که چقدر مشکلات دیگر همچنان استفاده از پان یا نسوار میتونه با یک فرد ایجاد بکنه؟ ببینید، وقتی که ما تنباکو میگیم تقریبا 90% از این به شکل سیگارت استفاده میشه و یک 10% دیگه از این که از به شکل تنباکو یا نسوار یا مثلا پودر که دبینی کش میکنن به شکل استفاده میشه. زیادترین ضررش درست است از طریق همین دود سیگارت است، ولی پان هم اگه استفاده میکنن مثلا سرطان جوف دهن در کسایی که باز پان میکشن زیادتر دیده میشه. بله. سرطان حنجره مثلا سرطان میری در اینها زیادتر دیده میشه و اینو هم زیادتر تکلیف های میداره پیشم به وجود میاره. منطقه تناسب سیگارت کمتر است. پس دیگه شدن نمیتونه که یک از بگه خیمه سیگارت نمیزنه برو ضرر زی کمتر است. ضرر خویی هم داره. همین نواقص ای هم ایجاد میکنه. خب به تناسب از او کمتر است. فیصدیش کمتر است. بنان کوشش کنن که این کارا نکنن که مثلا من سیگارت نمیزنم و عوضش پان استفاده میکنم یا نسوار استفاده میکنم. ای هم تنباکو است. ای هم مواد کیمیایی داره. ای هم مضرر خود داره. خب ولی به تناسب از او کمتر است. بسیار خوب دکتر صاحب، با فرصت برنامه هم محدود است، میخواهیم در رابطه با راهکارهای ترک اعتیاد هم از شما بشنویم. تشکر. اولین کاری که شخص میکند یک تصمیم قاطع خودش بگیرد، میگه تصمیم شرط اول موفقیت است. ما دکتر اگر چی کوشش کنیم تا که شخص خودش تصمیم نگیره که من سیگارت ترک میکنم، ما چیزی کرده نمیتونیم. ما صرف برای اینها یک ذره مومد و کمک کرده میتونیم که در قسمت ترکشون یا که سیگارت ترک میکنن یک سه روز اگر یگان نظر اضطراب و ناراحتی و بیقراری و تخرشیت داشته باشند، بیخوابی داشته باشند، خیر سیر تحمل کنند، نهایتش تا 12 روز اگر این مشکلات داشته که او را بازبایشه که ما بعض دواها را توصیه کنیم که این اضطراب و این بیقراری و تخرشیت و خستگی از اینا را با دوا ما رفع بسازیم و در پلوی از این تصمیم خود از این مهم است که سیگارت ترک کنه. پیش که سیگارت ترک میگه باید امروز یک دکتر مشوره کند، امروز این مشوره دی یا کنسلیشن هم یک جزء از تداوی است. دکتر برای مشوره های صحیح را میده، با یک تعداد دواهایی است که جایگزین نیکوتین است او را برش توصیه میکنند، یک تعداد دواهای دیگه است که بر دو لسیم او گرفته میشه و پیش از اینکه این دوا این سیگارت ترک کنه امی دوا یک هفته پیشتر شروع میشه و این اساسا تدریجا باز میشه که امی سیگارت ترک کند. دیگر تصمیم به شخص و خود از شخص ارتباط داره که تصمیم بگیره و انشالله که موفق میشن. نهایتش ما گفتم که یک سه روز تکلیف خواهد دیدن و یکی بازی ها سیگارت ترک میکنن در ظرف 20 دقیقه بعد از ترک کردن ضربان قلب و فشار خون از یا بدلتون نرمال برمیگردن، سوی اکسیژن و کاربن مکساید خون از یا مثلا نرمال میشه، در ظرف 9 هفته مثلا فعالیت های شایز دوباره یک ذره بهتر میشه، در ظرف 12 هفته سلفه و نفس انگیشون کم میشه و همو خطرات عملات قلبی و سکته مغزی و سرطان ها در ظرف 5 سال و 10 سال اونها هم بسیار کاهش پیدا میکنه. بسیار عالی دکتر صاحب، یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از معلومات بسیار مفید و موثری که در رابطه با ترک اعتیاد با ما و هموطنان عزیز ما شریک کردیم. از شما هم یک جوان تشکر. اوقات خوب و خوش برتان میخواهیم. از شما هم قلبن سپاس هموطنان عزیز که در کنار صبح و زندگی هستین. وقفه کوتاه داریم و برمیگردیم.